میلیون‌ها نفر در جهان فکر میکنن که وقتی که عصبی هستن باید سیگار بکشن، وقتی که میخوان فکر کنن باید سیگار بکشن. چطور میشه مصرف سیگار رو کاهش داد؟ بیاین روی خط و نظراتتون رو با ما مطرح کنین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکاران هم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با برنامه روی خط همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر ما رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوست در یکی دیگه از برنامه‌های روی خط با شما همراه هستم. سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در روز جهانی بدون دخانیات. روز جهانی بدون دخانیات در آخر ماه می برگزار میشه در سراسر جهان. روزی که مردم جهان تلاش میکنن سازمانهای جهانی بهداشت، وزارتهای، سازمانهای مدافع حقوق بشر حتی تلاش میکنن تا خانواده ها رو مبرا کنن از دخانیات. میگن جهان برای سیگاری ها خیلی کوچیک شده. در خیلی از مجامع عمومی کسی حق نداره سیگار بکشه، از جمله در مکانهای فرهنگی مثل سینما ها که پیش از این رایج بود، بعد به رستوران ها، بعد محله های کار عمومی هم کشیده شد. الان به جایی رسیده که کارشناسای بهداشتی میگن کسانی که در معرض دود سیگار هستن از سیگاری ها بیشتر آسیب پذیرن. به همین دلیل باید به حقوق دیگران احترام گذاشت و از کشیدن سیگار خودداری کرد. چگونه میشه جهانی آری از دخانیات داشت و چرا سیگار اینقدر هنوز هوادار داره علیرغم اینکه همه میدونن که برای سلامتی مضره؟ شما چی فکر میکنید؟ از طریق تلفن، فیسبوک، اسکایپ، توییتر، پیامگیر برنامه و اینستاگرام در ساعت پیش رو بیاین روی خط و دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارین. اول اجازه بدین گزارش رو که همکارم خانم دکتر شیره رضایی آماده کرده با هم ببینیم، بعد برمیگردیم به دیدگاه‌های شما و برخی اطلاعاتی که آماده کردیم. شاید برای خیلی از ماها قابل تصور نباشه که تا همین 50 سال پیش سیگار کشیدن عادتی پیش پا افتاده و معمولی تلقی می‌شد. عادتی که معمولاً قهرمان فیلم‌های هالیوود باهاش سلطان قلب‌ها می‌شدن و روشنفکرای اون زمان بهش افتخار می‌کردن. خب پس چه چیزی باعث تغییر نگرش مردم و جامعه پزشکی شد؟ So 50 years ago, completely different world when it comes to tobacco use and smoking. 50 سال پیش نگاه ما به استعمال دخانیات کاملا متفاوت بود. ما به یک کنفرانس یا جلسه می رفتیم. روی همه میزها زیر سیگاری بود. بیش از نصف مردم سیگاری بودند و اون نصف دیگه هم هیچ مشکلی نداشتند از اینکه کسی سیگار بکشه و دودش رو تو صورتشون فوت کنه. تقصیر مردم هم نبود. دلیلش این بود که هنوز حتی جامعه پزشکی از ضرر و خطرهای سیگار و تنباکو اطلاعی نداشت. به همین دلیل دکتر لوتر تری، پزشک رسمی دولت وقت آمریکا، با همکاری گروه بزرگی از پزشکان و پژوهشگران در 11 ژانویه سال 1964 نخستین گزارش مستند درباره همبستگی آماری بین استعمال دخانیات و بروز بیماری و مرگ و میر ناشی از آن را منتشر کرد. واقعیتی که در گزارش به اون اشاره شد هنوز به قوت خود باقی است. همگیری مصرف سیگار و سایر فراورده‌های تنباکو بزرگترین خطریه که سلامت بشریت رو تهدید می‌کنه. و علی‌رغم همه تلاش‌ها هنوز سالی 500,000 نفر از مردم آمریکا و 6,000,000 نفر از مردم جهان از بیماری‌های ناشی از مصرف سیگار می‌میرن. هنوز مهمترین عامل خطر برای ابتلا 80% از بیماران قلبی به این بیماری مصرف سیگاره و هنوز 90% از کسانی که سرطان ریه میگیرن سیگاری هستند. دریا سالار بوریس لوشنیاک یکی از دلایل مهم موفق نبودن برنامه‌های ترک سیگار رو باورهای غلط درباره نیکوتین میدونه. Remember this is not just a habit.
به خاطر داشته باشید. این فقط یک عادت تفریحی نیست، یک اعتیاد تمام عیاره. نیکوتین یک ماده شیمیایی که با اتصال به گیرنده های مغزی وابستگی جسمی و روانی شدید ایجاد میکنه و ترک اون همونقدر سخت خواهد بود که ترک هر ماده مخدر یا محرک دیگه. پذیرش این مطلب خصوصا در پیشگیری از اعتیاد به دخانیات در جوانان بسیار مهم و اساس سیاست های بهداشتی و آموزشی ماست. دکتر لوشنیاک میگه تلاش جامعه پزشکی و گروه‌های فعال مبارزه با مصرف سیگار و فرآورده‌های تنباکو مرگ و میر و بیماری‌های ناشی از استعمال دخانیات رو در امریکا کنترل کرده، اما این اپیدمی به کشورهای در حال توسعه تسری پیدا کرده. برای ما روشنه که هدف آگهی‌های تجاری جذاب، جسور و رمانتیک جلوه دادن ژست آدم‌های سیگاریه. ما جلوی این هدف رو در آمریکا گرفتیم. برای همین هم کمپانی‌های دخانیات به بازارهای کشورهای در حال توسعه روی آوردند و در واکنش به کار اونها ما همه تلاش خود رو برای جهانی کردن این ممنوعیت‌ها به کار می‌بریم. او اظهار امیدواری می‌کنه دانش موجود درباره مضرات سیگار در کنار سیاست‌گذاری برای منع تبلیغات و افزایش قیمت سیگار هدف نسل آینده، نسل عاری از سیگار رو محقق کنه. در طول برنامه حتما نظرات شما رو نگاه میکنیم، مرور میکنیم با هم دیگه. تعدادی واقعیت هایی که برخی از مؤسسات هم منتشر کردن با هم حتما مرور میکنیم. شما هم میتونید از طریق پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط، یکی دیگه از راه های ارتباطی برنامه، با ما تماس بگیرید، نظرتون رو در برنامه منعکس کنید. شماره پیامگیر هست 202-382-7205. برمیگردیم مسعود. بله، اما اجازه بدین که در آغاز برنامه برخی از اطلاعاتی که اخیراً منتشر شده با هم مرور کنیم. از هر 10 سیگاری که دود میشه یکی از مجاری غیرقانونی و قاچاق وارد بازار مصرف میشه و سود حاصل از فروش غیرقانونی سیگار و سایر فرآورده‌های تنباکو به جیب گروه‌های تبهکار بین‌المللی و قاچاقچیان میره که هنوز هیچ در واقع آمار رسمی در موردش وجود نداره. دود سیگار شامل 4000 ترکیب شیمیایی که 250 ماده سمی و 500 ماده اون سرطانزا هستند. 50 ماده اون سرطانزا هستند. هر 6 ثانیه یک نفر در جهان جان خودش رو به دلیل کشیدن سیگار یا مصرف محصولات تنباکو از دست میده. و هر سال 600,000 نفر از کسانی که در معرض دود سیگار هستند، در معرض یعنی کسانی هستند که وقتی کنارشون کسی سیگار کشیده، 600,000 نفر از کسانی که در معرض دود سیگار دیگران در خانه، رستوران یا اماکن عمومی هستند میمیرند. اما در ایران سن مصرف سیگار در ایران به کمتر از 18 سال کاهش پیدا کرد، یعنی سن مصرف افتاده پایین. نوجوان ها هم دارن سیگاری میشن. سالانه 65 میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف میشه. 65 میلیارد. سالانه 65,000 نفر هم در اثر مصرف سیگار جان خودشون رو از دست میدن. این آماریه که وزیر بهداشت ایران هم تاکید داشته روش. اما یک نکته ای که این روزها حتی ما یک برنامه هم در موردش داشتیم، مقایسه بین قلیان و سیگار هست. مصرف هر وعده قلیان برابر 180 نخ سیگاره. به این یکم بیشتر دقت کنید. اجازه بدیم برنامه رو پی میگیریم با دیدگاه شما. دانیال از آمریکا، از لس آنجلس روی خط هستیم، بفرمایید. آقای صفی، درود بر شما. بیننده هاتون، البته من خودم از تجربه هایی که از این تجربه سخت گذاشتم خوشبختانه از سال 2000 تا الان و بعد از سالیان سال تونستم سیگار رو ترک بکنم. ولی چیزی که میتونم بگم واقعا میتونه کمک بکنه اینه که افراد اگر حتی چند بار سعی کنن سیگار رو برای چند ماه، حتی یک ماه یا دو ماه هم ترک کنن، تفاوت به اصطلاح موقعی که نمیکشن با میکشن رو خیلی بهتر میتونن احساس کنن. من خودم این تجربه رو داشتم. حقیقتشم توی حداقل 3 قاره دیگه که بودم، از ژاپن، ایران، اروپا، تنها قاره‌ای که خوشبختانه من اومدم و سیگار رو ترک کردم همین امریکا بوده. یعنی تنها جای دنیا که هنوز سیگار نکشیدم اینجا بوده از سال 2000 خوشبختانه. ولی تو ایران خب من از دوران تقریبا اواخر دبیرستان شروع کردم، دودش هم واقعا میبلیدم.
و چیزی که میتونم بگم، ببینید خب تعارف که ندیدین که، در صورت حتی نبودن یه مشروبات الکلی سبک مثل آبجو یا چیزهای دیگه، خب افراد سوق میداد به طرف سیگار. و یکی از چیزهای دیگه اینه که بعد از اینکه مصرف ماریجوانا در ایران بسیار جا حتی تو خونه ها کش میشد، اینم به نظر من خیلی برای سیگاری شدن مخصوصا جوونا شرایط واقعا اضافه کرد، چون حتی هشیش یا حتی مثلا ماریجوانا رو با یه مقدار توتون سیگار قاطی میکنن. و خودم اینو خب به چشم خودم میدیدم، یعنی حتی اگه که سیگارم نمیکشید، با توجه به این مسئله جوونا حتی تو 15-16 سالگی هم اگه میخواستن ماریجوانا یا هشیش رو امتحان کنن، به هر صورت با توتون آشنا میشدن. و چیز خاصی هم نداره، یعنی اینطور که شما با توجه به این که هم تجربه سیگار کشیدن رو داری هم تجربه سیگار نکشیدن، واقعا چی کار میشه کرد که این مسیر به بن‌بست برسه و به ویژه این که در بین نسل جوان اشاعه پیدا نکنه؟ یکی از علتاش که خب ما تو همه دنیا شاید دست اینه که نوشیدنی های الکلی خب همه جا هست. خب ببینید، خوردن یه بطری آبجو میتونه هم یه لذت به آدم بده و همین که خب اون یعنی یه مقدار بتونه آدم رو ریلکس بکنه. و این همه جای دنیا هست، حالا یا برصورت مشروبات الکلی. متأسفانه تو ایران چون این مسئله ممنوع شده، سیگار تقریبا جای این اومده پر کرده، به اضافه مصرف واقعا بالای ماریجوانا و هشیش که خب میاد و با توتون سیگار مخلوط میشه. و جوانا اگه حتی به سیگار هم علاقه نداشته باشن، میگم من خودم هم توی شهرستان تهران همه جا شاهد بودم، این یعنی حداقل برای اونم که شده با سیگار و توتون آشنا میشن. و خب شما موقعی که اینا رو مصرف میکنی، برصورت مصرف چند نخ سیگار هم میتونه برصورت برای افراد جالب باشه. ولی تنها چیزی که خودم تجربه کردم اینه که همیشه وقتی چند ماهی ترک میکردم، حتی یک ماه و بعد دوباره شروع میکردم به کشیدن، موقعی که متوجه میشدم چقدر به لحاظ بدنی فرق داره، خب تشویق میشدم که ترک بکنم، چون هیچ گونه چیزی هم نداره، برخلاف اینایی که میگن آقا به فرض اعتیاد داره نیکوتین، یا وقتی نمیکشین حالتون ممکنه که حال خوبی نداشته باشین. دقیقا برعکسه، باور کنید وقتی سیگار نمیکشین حالتون بهتره، به لحاظ قلبی، به لحاظ تنفسی، به لحاظ تغذیه، از هر لحاظ آدم شادابتره، یعنی برخلاف مواد مخدر. ممنونم دانیال که اومدی روی خط. بله، اینم نکته ایه که سیگار تضمین سلامتی و ترک کردنش چندان ظاهرا کار دشواری نیست، میتونید امتحان کنید از همین لحظه روز تا. مسعود، واقعیت‌های تلخی رو ابتدای برنامه عنوان کردید از آمارهایی که ارائه شده بود در جهان. انجمن بیماری‌های ریوی آمریکا هم در اکانت اینستاگرام خودش به همین مناسبت روز جهانی بدون دخانیات مطالبی رو به اشتراک گذاشته. در یکی از این پست‌ها اشاره کرده که از 1 میلیارد سیگاری در جهان، حدود 80% اونها در کشورهای کم درآمد یا درآمد متوسط زندگی می‌کنن، کشورهایی که آمار مرگ و میر و بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات در اونها بالا هستش. غزاله میگه که اینکه نمیخواید ترک کنید تصمیم شخصی شماست و همونجوری که توقع دارین دیگران در تصمیم شما دخالت نکنن، شما هم به تصمیم اطرافیانتون در مورد حفظ سلامتیشون و دوری از سیگار و دود احترام بذارین و حداقل در محیط بسته و در کنار افراد غیر سیگاری سیگار نکشین. مسعود غزاله به موردی اشاره کرده که خب اینجا در آمریکا دیگه این اختیار دست کسی نیستش، نه در جاهای عمومی و نه در ادارات، در کلا در مکانهای عمومی هیچ کسی اجازه سیگار کشیدن نداره. بعضی از مکانها کاملا مثل حالا دانشگاه‌ها و یا کالج‌ها، حتی در محیط بازش هم دانشجو اجازه سیگار کشیدن ندارن. اما اجازه بدین در توییتر هم نگاهی بکنیم به نظراتی که برخی از کاربران توییتری برامون گذاشتن. الانا یکی از کاربرانمون میگه تولید کنندگان سیگار میتونن مقدار مصرف نیکوتین رو پایین بیارن و یا میزان مالیات رو بالا ببرن تا مصرف محدودتر بشه.
پرهام یکی دیگه از کاربران توییتر میگه تا سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر تغییر نکنه تعداد مبتلایان روز به روز بیشتر میشه. برخی از کاربرانمون هم اشاره کردن به روش‌هایی که استفاده کردن برای ترک سیگار، مثل کاربری به نام شهناز که در توییتر میگه به عزیزان میگم 39 سال کشیدم و ترک کردم، تازه متوجه شدم طعم میوه و خوراک رو، میگه با خوردن یک هفته آدامس نیکوتیندار این کارو کردم، ما بهتون تبریک میگیم. یکی از کاربرانمون هم به نام آرش گفته 10 سال سیگار میکشم و الان تونستم ترک کنم و فقط اکسیژن تنفس میکنم، فقط کمی همت میخواد، اگر بخواین قطعا میتونین ترک کنین. افسون میگه فکرش رو نمیکردم مونس 39 سالی خودم رو کنار بذارم، بعد از 39 سال کشیدن 4 ماهه که ترک کردم. درود بر خودم، ما هم به شما درود میفرستیم. علی هم میگه 10 سالی که ترک کردم 20 سال سیگار میکشیدم. و ایران نیوز هم تیتر گزارش پایگاه خبری آفتاب رو به اشتراک گذاشته. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات استعمال دخانیات رو در یورو 2016 ممنوع کرده. در این گزارش اومده استعمال دخانیات در درون و اطراف ورزشگاه‌های محل برگزاری مسابقات که مسابقات جام ملت‌های اروپا هستش در سال 2016 که یورو 2016 به میزبانی فرانسه ممنوع شده. در این اقدام بخشی از برنامه‌ها این هستش که تعدادی از داوطلبان آموزش‌هایی رو میدن و اونهایی رو که سیگار می‌کشن قطعاً بهشون میگه تذکر میدن. این هم گزارشی بود که ایران نیوز رو منتشر کرده بود. اجازه بدین یک تنفس میگیریم، برمیگردیم، با ما همراه باشین. nazar@voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. nazar@voanews.com بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین. به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات نعیم از همدان روی خطیم، بفرمایید. بفرمید، صدای تلویزیونتون رو لطفا کم کنید. آقای نعیم صدای شما پخش میشه، بفرمید. ارتباطمون با نعیم برقرار نیست. سام از ایران با اسکایپ روی خط هستیم، بفرمید. سلام خدمت خانم ایران دوست عزیز و آقای سفیری گرامی. ممنون، بفرمایید. از ادب و احترام می‌کنم به همه هموطنان عزیزم. من خودم متاسفانه دچار این بلا هستم، در صورتی که مثلا در سن 19 سالگی به دوستای خودم که سیگار می‌کشیدن توصیه می‌کردم که نکشید و خیلی مثلا فوتبال بازی می‌کردم، ولی متاسفانه دوران دانشگاه با یه سری حالا مشکلات و حالا همخونه یایی که سیگاری بودن با یه نخ دو نخ ما هم به معروف دوچار این حادثه شدیم. راجع به قلیونم اصلا من تقریبا میرم، البته گوشه‌گیر هستم یه مقدار ولی میرم، اکثرا جوانایی هستن چون اونجا هم وای فای هست، بعد مثلا گیم بازی میکنن فلان، اکثرا یه حالت تفریحی دارن اونا، مثلا تفریح به این معنی که چیز دیگه ای وجود نداره، یعنی جای دیگه ای نیست. مثلا الان که ساعت 10 از این به بعد تا ساعت مثلا اونا تا ساعت 12 بازن معمولا، یعنی تا اون موقع یه جوان مثلا فقط اونجاها بازه دیگه، جای دیگه مثلا جای تفریحی باز نیست. و من خودم بیشتر حالا یه دی البته اینو کار میکنن، من عامل بیکاری و یه سری بحران‌های روحی روانی هم از مثلا کار و مشکلاتی که تو زندگی پیش میاد
اینا تاثیر گذاشته. مثلا یک بار من خاطر بابام مثلا ترک کردم حدود 2-3 ماه، ولی بعد دوباره یه مسئله پیش اومد و اون حمایت لازم مثلا بگم از طرف خانواده، البته اون موقعی که جوان تر بودم، نشد و دوباره برگشتم. گفت یه چیز خیلی پیچیده یه واقعا، یعنی نمیشه فکر میکنیم یه روزی بتونی سیگار رو ترک بکنیم. من به همین امیدم. پدر بزرگ من دبیر بودن، ایشون هم 30 سال کشیده بودن، بعد همون یعنی خودشون تعریف میکردن که یه لحظه گفتن این چیه من میکشم وارد یه جایی شده بودن. حالا شما به احترام پدر بزرگتون بذارید ایشون رکوردشون رعایت بشه، شما قبل از اینکه به رکورد ایشون برسید ترک کنید. ممنون. همون اتفاقا همون آرزه با وجود این که مثلا 23 سال بعد اون نکشیدن، ولی با همون آرزه در از قلبشون چیز شد و فوت کردن. یعنی اون اثر داشته، یعنی بعد این که 30 سال هم نکشیده بودن، تو اون دوران جوانی تا 30 سال که کشیده بودن اون اثر داشته. یعنی با وجود این که پاک بودن تا 70 سالگی پاک بودم، ولی باز گفتم تو ایران یه سری مشکلات هست، ولی خب تو خارج هم میبینیم هست، ولی تو دانشگاه های ما هم، حالا اون دانشگاهی که من بودم اونجا ممنوع بود، البته قبلا نبود و همه جا پر چیزای سیگار بود و بعدا ممنوع کردن. حالا یه سری کارهای فرنگی خط، امیدوارم که شما هم یک روز بیاین تجربتون رو در ترک کردن بگین. رضا از کرج روی خط بفرمایید. درود به شما جناب آقای سفیدی عزیز. بفرمایید. عزیز عزیز کشورم و همچنین خانم ایران دوست. ببینید آقای سفیری، حالا این آماری که وزارت بهداشت و یا حالا وزارت یا بهداشت جهانی بعضی موقع میگه، مثلا این که میگه هر یک قلیون مساویه با 180 نخ سیگار، من احساس میکنم که این از باب این که اون طرف سیگاری، طرفی که نخانیات مصرف میکنه رو حالا به فکر فرو میبره. این درسته، حالا شاید یک تصمیمی بتونه بگیره، ارادش رو حالا یه جورایی قلقلق بده که بذاره کنار، ولی من خیلی خودم شخصا به این آمارها خیلی اعتقادی ندارم آقای سفیری. بنده خودم حالا سیگاری هستم و خب شاید بارها هم تصمیم گرفتم که این سیگار رو بذارم کنار و حالا مثلا یه 4-5 روزی میذاریم کنار، بعد از 4-5 روز با خودم میگم که ما که به این راحتی گذاشتیم کنار، حالا یه مدت دیگه بکشیم، حالا یا کم مثلا سنون رفت بالاتر و این چیزا، بعد اون موقع میذاریم کنار. در هر صورت آقای سفیری، من یه مطلب سیگار کشیدن توی ایران با کل دنیا فرق میکنه. من احساس میکنم که ما توی ایران سیگارو میکشیم، ضررش هم به جون میخریم، ولی یه سیگار درست سرمون، دخانیات درست سرمونی نداریم متاسفانه. مثلا همه مارک های معروف، حالا من اسم نمیارم، ولی از نظر کیفیت چون به سفارش جمهوری اسلامی میزنن شرکت ها، به نظرم از نظر کیفیت بسیار در کیفیت بسیار پایین، از نظر کمی کیفی بسیار پایین متاسفانه دخانیات توی ایران، و این علتی که باعث شده توی ایران یه مقدار هرچی کیفیتش کمتر باشه شاید زودتر ترک کنم بقیه. البته ما نمیخوایم دفاع بکنیم، چون بحث کیفیت که میکنید، بحث اینه که میزان آسیب وارد کردنش به بدن شاید کمتر باشه. آقای سفیری، من عرضم اینه آقای سفیری، میگم بالاخره اونی که دخانیاتو مصرف میکنه داره مصرف میکنه، تو این مملکت هم کم نیستن اون کسایی که دارن دخانیاتو مصرف میکنن. من این سوال، علامت سوال بزرگ زیاد تو ذهنمون داریم نسبت به بحث دخانیات، اینه که چرا این دولت، این رژیم، حالا این نظام چرا نمیاد یک سیگار با کیفیت بده؟ چرا اون سیگاری که حالا مثلا شما تو همین شما که منظورم شما نوعی توی آمریکا استفاده میکنید، چرا ما استفاده نکنیم؟ بله، ما محرومیم، آرزو هم میکنیم که روز جهانی بدون دخانیات همه سیگارها یک روزی تموم بشه و وارد یعنی به قول گاندی یک روزی همه لوازم جنگی رو وارد موزه کنن، آدم ها برن تماشا کنن بگن با اینها پدران ما همدیگر رو میکشتن ولی ما دیگه با اینها همدیگر رو نمیکشیم. روزیتا
النا باز هم توییت برامون فرستاده از طریق توییتر، میگه سیگار برای سیگاری زندانیه که نمیتونه از اون رهایی پیدا کنه. تبلیغات ضد سیگار و طرح‌های روی پاکت سیگار هیچ تأثیری نداره. در توییت دیگه‌ای هم باز به مسئله مالیات اشاره کرده، میگه باید مالیات سیگار رو بالا ببرن تا مردم کمتر بخرن و ترک دخانیات به یک خود ویرانگری آگاهانه تبدیل بشه، کاری که الان بسیاری از دولت‌ها انجام میدن و در آمریکا هم به همین صورت هستش. مالیات بر مشروبات الکلی و دخانیات بالا هستش. مطلب دیگه ای رو از انجمن بیماری‌های ریوی آمریکا در اینستاگرامش براتون آماده کردم که درباره تعداد مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات. میگه در قرن 20 100 میلیون نفر به دلیل مصرف دخانیات در جهان فوت کردند که اگر همین رویه ادامه پیدا بکنه، تعداد این مرگ و میر در پایان قرن 21 به 1 میلیارد نفر میرسه. نیما از کاربرانی هستش که تجربه والدین سیگاری داره. میگه والدین سیگاری الگوی مناسبی برای فرزندان خودشون نیستن. میگه من پدرم سیگاری هستش، من هم مصرف دخانیات رو از بچگی شروع کردم. وقتی کمی سنم بالاتر رفت دیگه نکشیدم تا وقتی از خدمت سربازی اومدم. تنها شدم، احساس پوچی میکردم، کسی با من حرف نمیزد. از سن 22 سالگی شروع کردم به سیگار کشیدن. روزی 3 پاکت سیگار میکشم. دندان در دهان ندارم، دیگه واقعا از بین رفتم و همش فکر میکنم الان 29 سالمه، مجردم، سیگار شده تمام زندگیم. دوستی ندارم باهاش صحبت بکنم. پدر و مادرم هم هیچ وقت بهم نمیگن که چرا سیگار نمیکشی. و میگه پدرم سیگار میکشه اما من جلوی اون اصلا تا به حال سیگار نکشیدم. صبح که بیدار میشم اول باید سیگارم رو بکشم، بعد سر کار برم. سیگار رفیق تنهایی منه، با سیگار درد و دل میکنم. باور کنید این هم صحبتی بود که درد و دلی بود که نیما برامون داشت. به همین منظور به خاطر روز بدون دخانیات در شهر واشنگتن از تعدادی از شهروندان واشنگتنی سوال کردیم، هم کسانی که سیگار میکشیدن اینکه مهمترین دغدغه‌شون چیه، و هم کسانی که پدر و مادر هستن و جز والدین محسوب میشن که آیا میتونه الگوی مناسبی باشه برای بچه‌ها یا نه. اجازه بدین اینها رو با هم دیگه گوش میکنیم. Really doesn't affect me. I grew up with parents that smoked cigarettes, and I promise. برای من سیگار کشیدن دیگران بی تأثیره. تو خانواده سیگاری بزرگ شدم. پدر و مادرم تو ماشین با پنجره بسته سیگار میکشیدن. به خودم قول دادم که سیگاری نشم و خوشحالم که هیچگاه سیگاری نکشیدم. مهمترین مسئله سلامتمه. سیگار نمیکشم چون میدونم برام بده و چون اعتیادآوره. حدود یه ماه پیش ترک کردم ولی باز شروع به سیگار کشیدن کردم. I actually quit recently about a month ago and decided convinced myself that I needed another cigarette and since then I've been buying a pack every day. I think so. I mean I think smoking is not healthy and I don't به نظر من سیگار کشیدن ناسالمه. به نظرم برای هیچ کس خوب نیست. الگو میتونه نقش خوبی در این مسئله ایفا کنه. اما به هر حال دوستانی دارم که سیگاری هستن اما والدین خوبی هم هستن. اما در هر صورت سیگار نکشیدن بهتر. سیگار کشیدن برای هیچ کس خوب نیست و در آینده مشکل زاست. هیچ سودی نداره و حتی بوی بد میدهد. مهمترین نگرانی من سلامتیمه، چون سیگار کشیدن موجب مشکلات سلامتی مثل بیماری‌های ریوی، تنفسی و قلبی عروقی میشه. همچنین قیمت قوطی سیگار بالاست، به ویژه در منطقه دی‌سی. ارتباط نعیم از همدان با ما برقرار شده. بفرمایید، روی خطین شما. درود بر شما جناب آقای سفیری. عرض میخوام نظری اول همزمان شد با اومدن مهمان خونه ما، بنده پوزش میکردم در این مورد. خواهش میکنم بفهمی. آرزم محضر شریفتون، شرکت دخانیات ایران خودش اون دوستمون که فرمودن زمانهای قدیم که بنده یادم هست دهه 60 سیگارهایی را به مشتریان میداد که با الان اون سیگارهایی که میداد تقریبا از نظر کیفیت خیلی بالاتر از این بود.
مثل سیگارهای تیر، بهمن و غیره. روی سیگار نوشته که دخانیات عامل اصلی سرطان است و برای سلامتی زیان آوره. حالا در زمان کنونی هیچ مرجع تقلیدی نیامده است این را به صورت علنی تحریم کند و آنچه که ما میدانیم میگویند آنچه که برای بدن زیان آور باشد حرام است و هر چیزی که حرام باشد این به قول دارم گناه بزرگیه. بله. اگر چنین است خب چرا شرکت دخانیات ایران به قول تأسیس شده است و خودش داره عرضه میکند میگه به جای اینکه برن از برندهای خارجی استفاده کنن از برند داخلی خودمون استفاده کنن، که در این صورت خود دولت مردان عامل اصلی کشیدن افراد سیگاری هستند و آماری که جناب عالی فرمودید در اوایل برنامه‌تون به سنین پایین‌تر حتی در حتی دبیرستان اومده است. البته خب اون میانگینه. ممنونم نعیم که اومدین روی خط. بله نکته مهمی، اگر واقعا زیان آوره به خصوص باید دولت ها تلاش بکنن که مهارش بکنن. سیروس از کرج با اسکایپ روی خطیم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید میگم به همه همکارای شما و خودتون آقای سفری. من میخواستم این نکته رو بگم راجع به ترک سیگار. من پدرم حدودا 45 سال سیگار میکشید و کار رسید به جایی که خیلی حالش خراب شد، طوری که دیگه از پله به سختی میومد بالا. بعد اتفاقی که افتاد این بود که یه بار پدرم گفت من دیگه نمیکشم و گذاشت زمین و نکشید. و میخواستم بگم که کسایی که زیاد دارن این سیگار رو میکشن، منظورم هم از لحاظ تعداد سیگار در روز، هم از لحاظ مدت زمانی که سیگار میکشن، اصلا نترسن برای ترکش. یعنی این که مثلا بگم حالا من 15 سال کشیدم یه باره بذارم کنار طور میشه و اینا، نه. من دیدم پدرم واقعا این کار رو کرد و الانم همه ما واقعا خوشحالیم که این اتفاق افتاد، چون اگر این پیش میرفت من فکر میکنم که واقعا برای پدرم مشکلات جدی پیش میومد. خیلی ممنون. ممنونم که اومدین روی خط. بله میگن هیچ وقت برای ترک سیگار دیر نیست. روزیتا، البته موردی که سیروس بهش اشاره کرد اینجا هم یه نامی داره به نام کولد ترکی، بهش میگن که به طور یک دفعه سیگار رو قطع میکنن بدون اینکه بخوان از جایگزین استفاده کنن، یعنی بخوان از هیچ مثل حالا یک بار در روز، دو بار در روز، یا اینکه هر از گاهی استفاده کنن یا از این سیگارهای الکترونیکی استفاده بکنن و یک باره کنار میذارن. این هم اصطلاحیه که اینجا استفاده میکنن. اما سری میزنیم باز هم به اینستاگرام انجمن بیماری‌های ریوی آمریکا. میگه عمومی شدن مصرف دخانیات از بزرگترین تهدیدهایی هستش که جهان تاکنون با اون روبرو بوده. تهدیدی که سالانه جان حدود 6 میلیون نفر رو میگیره، مطلبی که مسعود هم بهش ابتدای برنامه اشاره کرد. رها از کاربرانی هستش که در فیسبوک نظر داده، میگه دوستم رفته فرانسه، دیده در مهمانپذیرها سیگار کشیدن ممنوع هستش و میگه مثلا این آزادی اینا دارن، آزادی در کشور خودمونه که هر جا به راحتی میشه بساط سیگار و قلیون رو پهن کرد. این هم نظری بود که رها داشتش. رامین در اینستاگرام میگه من از استرس، بی برنامگی، دغدغه تحصیل، کار و ازدواج سیگار میکشم. میدونم عامل بیماری های زیادیه. الان در ایران ترک سیگار دل میخواد و این جمله که سیگار رو ترک کنم که چی میشه، که چی بشه، جمله‌ای هستش که خیلی ها خیلی اون رو شنیدن و خیلی اون رو تکرارش میکنن. اما صنایع تولید کننده دخانیات و گروه های تبهکار از تجارت غیرقانونی سیگار و محصولات نفع زیادی میبرن، همونطور که در ابتدای برنامه بهش اشاره کردیم. سازمان بهداشت جهانی هم تم امسالش همین هستش. به همین مناسبت انیمیشنی هم آماده کرده. اجازه بدین این انیمیشن رو با هم دیگه می‌بینیم.
instagram.com خط مورب VOA فارسی. همراه صدای آمریکا با اینستاگرام. بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین در مورد روز جهانی بدون دخانیات. همیشه در مورد سیگار که در ایران و کشورهای در حال توسعه صحبت میشه میگن دولت مخالفه، اما هستن جناها، گروها، سازمانها و یا نهادهایی که در امر واردات دخانیات فعال هستن. فکر میکنید چقدر سود واردات دخانیات سرجم؟ این برنامه رو ببینیم با هم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش کرده و همچنین صحبتهایی که وزیر بهداشت متقاعدش میکنه. سیگاری وارد کشور میشه قانونی، قیمتش 900 تومان میره تو مغازه، 4500 تومان فروخته میشه. دولت میاد مالیات اون 900 تومانی که رسما اعلام میشه میگیره. آه، پس خیلی کمه. اینجاست که میگن حاشیه سود سیگار توی ایران 400%. از طرف وزارت بهداشت هم اعلام میشد که اگر این اختلاف مالیات گرفته بشه چیزی حدود 3000 میلیارد در سال 3000 میلیارد تومان حداقل عجیبه دولت. تقریبا یه چیزی حدود بودجه تر تبریز مالیات بر عرضه بایستی حتما افزایش پیدا بکنه، چون دارید شما سوبسید رو میدید به یه عده‌ای که بار بیماری رو افزایش میدن. بالاخره میگین 90% سرطانای ریه به خاطر سیگار نزینای سرسام آور دارن. یه کسی که سرطان ریه میگیره فقط یه دوره از یه قلم دارو بالای 1 میلیارد تومان هزینه شد. سیگاری که ورودش به ایران ممنوعه پرمصرف‌ترین سیگار تهرانه. مالبرو چگونه وارد میشه؟ ببینید هم وارد میشه هم مالیات چنین میگیریم، بعد هم میگیم توجیه میکنیم. قیمت سیگار تا جایی که بتواند افزایش پیدا بکند باعث خواهد شد که مثلا سیگار کاهش پیدا کنه، اما اگر ما تعرفه واردات رو بیش از حد گران بکنیم این موجب خواهد شد که قاچاق سیگار افزایش پیدا کنه. آقای مفتی اصلا قیمت سیگار افزایش پیدا نکرده، الان خیلی چیزا گران شده، سیگار گران نشده. بله نکته مهمی بود، همه چی گرون شده ولی چرا سیگار گرون نشده. فرزین از ایران روی خط هستیم، بفرمایید. الو سلام آقای سفیری. سلام، بفرمایید. صدای منو دارین؟ بله بفرمایید، صدای شما پخش میشه. من فقط خواستم یه موردی رو بگم در مورد الکترو اسموک ها. بله. تا اونجا که میدونم خیلی از بخشای جدا از ایران کاملا آزاد هستش، فقط تا اونجا که میدونم توی هواپیماها آزاد نیست، ولی تا تحقیقاتی که من کردم متوجه شدم که این ویپینگ که الان بین تینیجرها یا حتی سنین بالاتر تو کشورهای دیگه، البته تو ایران هم داره کم کم جا میفته، انقدر ضرری توش وجود نداره. این مورد رو خواستم بگم. البته اولین چیز اراده است، ولی میگم این ویپینگ بسیار زیاد شده تمام کشورها، تو بعدی کشورها حتی تو کافی شاپ هم آزاده. ببینید آقای فرزین، اصلا ممنوعه اینجا در آمریکا، حداقل ممنوعه، یعنی هر جایی که سیگار ممنوعه هر پدیده‌ای که مرتبط با اون باشه، حتی همین پدیده‌های الکترونیکی میگین، البته هنوز زیان‌آور بودن یا نبودنش هم سرش حرف هست، هنوز سر این حرف هست و احتیاط تلقی میشه، اما همون جاهایی که سیگار ممنوعه این هم ممنوعه، یعنی سیگار اسمش تلقی میشه. ممنونم که اومدین روی خط و از نکته‌ای که گفتین. زند، آقای زند از تهران روی خط هستین. آقای زند بفرمایید. سلام دارم خدمت شما و همکار محترم. بفرمایید. عرضم خدمت آقای سفیری، در مورد دخانیات پایه اصلی احتیاطه، یعنی سیگار که ایست نمیکنن استاپ، میرن جلوتر، یکی پایه اصلیشه. من خدمت شما عرض بکنم که نهی که در این مملکت هیچ برنامه واسه این کار ندارن، بهش دامن هم میدنن. یعنی شما وقتی میری توی دونه قهوه خونه میبینی 100 تا 100 تا 50 تا 50 تا بغل هم دیگه قیلون و سیگار میکشن. میگه آقا بعضی موقع هم میگه آقا این چه وضعیه، میگه آقا مجوز داریم. یعنی هیچ برنامه برای جلوگیری این مسئله نیست. در ضمن در کوتاه‌ترین تایم نوجوان میتونه سیگار در دسترسش هست. هیچ کس هم نمیگه آقا میخوای چیکار کنی، میبروشم بهش، هیچ برنامه همی در کار نیستش. ولی میخوام خدمت شما عرض بکنم که اون آقایونی که برمیگردن میگن ما مسئول نیستیم، نون آب مردم نیستید، چطور قدرت و پول و ثروت دستتون باشه؟ اما شما صدای این مادران و پدران، اینا که جیگرشو سوخته با این وضعیت بچه ها، مسئول نیستید. چطور میشه همچی چیزی؟ اموال مملکت دستتونه، قدرت دستتونه، ولی نباید چیز باشه توضیح بدین؟ این نمیشه با هم دیگه هماهنگی نداره آقای سفیری.
در ضمن در اینجا سیگار کشیدن مثل به قول معروف عرق‌خوری دوره شوه. سیگار که نمیکشن، صبح که میشینن سیگار میکشن تا 12 شب بعد کنار که یه سر پک میزنن به سیگار. با یکی و دوتا که قانه نیستن که، خیابون رو نگاه کنی میفهمی. اینجا همین در رستوران ها، اتوبوس، مینیبوس، جایی که بسته است واقعا سیگار نمیکشن. ولی مثلا استاد یوم صد داروری که سرش بازی میبینی آقا دور تو دارش دارن سیگار میکشن. اینا ورزش دوستامونه. امری باشه در ممنون آقای زن که اومدین روی خط. روزیتا یه توییتی که آماده کردم براتون در توییتر کاربری به نام اسپایدر مرد توییت کرده، میگه دولت‌ها اگر راست میگن بیان آمار سیگاری هاشون رو بگیرن و فقط به اونها سیگار بفروشن. افراد کمتری سیگار میکشن در این صورت. دخانیات یکی از پرسودترین شرکت ها هستش، همون موردی که آقای زند هم بهش اشاره کرد. البته چندی پیش سال گذشته بود یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در آمریکا که بیشتر لوازم بهداشتی هم می‌فروشه و داروخانه هم هستش به نام CVS فروش سیگار رو ممنوع کرد، به همین دلیل، به خاطر اینکه بیشتر محصولاتش مربوط به سلامت می‌شد و مغایرت داشت اصولش با فروش سیگار. ولی در ایران متأسفانه دکه‌های روزنامه فروشی که البته در لینک‌های مختلف هم می‌تونید در اینترنت ببینین ممنوع کرده بودن، ولی الان فقط میتونن تبلیغ نکنن ولی میتونن سیگار بفروشن. یکی از مواردی هستش که در بالا بردن آمار رو آوردن جوونا به سیگار میگن مؤثر هستش. و مورد بعدی رو که باز هم از انجمن بیماری‌های ریوی براتون انتخاب کردم، در اینستاگرام میگه بر اساس آمار از هر 10 نفر بزرگسالی که فوت می‌کنن 1 مرگ به دلیل مصرف دخانیات هستش که هر 6 ثانیه صورت می‌گیره، که مسعود این 6 ثانیه رو بهش اشاره کرده بود. بهزاد در اینستاگرام توییت کرده میگه من 36 سال سن دارم، 20 سال سیگار میکشم، اوایل تفریحی بود و میخواستم نشون بدم بزرگ شدم، بعد کم کم عادت شد. اولین عامل تربیت کودک هستش که نقش به سزایی داره، دوم دوستان و اطرافیان هستن، مورد سوم محیطیه که جوان در اون رشد میکنه. اما میگه جالبه بدونین که چند سال پیش روزنامه همشهری تیتر زده بود که 1 ساعت پیاده روی در تهران معادل 20 نخ سیگار هستش. بعد به کنایه ادامه داده که حالا اگر من بخوام سیگار رو ترک کنم بعد دیگه مجبورم توی خیابونهای تهران راه نرم. اما امیدوارم کسی به دخانیات لب نزنه چون ممکنه در ادامه به دودهای بدتری هم کشیده بشه. مثلا فرهاد از آمریکا روی خط هستیم، بفرمایید فرهاد. بله درود به شما و همه هموطنان. من این سیگار الکترونیکی رو یعنی یک از شبکه‌های آمریکایی دیدم که گفت 10 برابر بیشتره. اخیراً رسیدم بهش زدمش. دوستمون که میگفت تو ایران سیگارای خوب نیست با کیفیت، اینا فقط اسانس و چیزای شیمیایی رو بهش اضافه میکنن که خود اونها 10 برابر زدمه داره. من به عنوان کسی که خودم سیگار با سیگار روشن میکردم، سالهای سال مشکل پیدا کردم، حافظم در یک دسته همه چی رو فراموش میکردم، بهم گفتن رگهای مغزت کوچیک شده و میمیری. شانسی نداشتم. از این چسبا چند بار استفاده کردم، پج حتما تو ایرانم باید باشه و خیلی راحت، اعتیاد خیلی شدیدی داره اتفاقا. به اکنون چیزی که میگن کم میکنه اعتیاد به نیکوتین و درجه داره و خیلی راحت میشه کنار. ولی کلید این کار اینه وقتی کنار گذاشتین دیگه هیچ وقت حتی یک پک ندارید. من بارها این کار کردم ولی یه پک باعث شد دوباره بکشم، ولی خوشبختانه سالهاست دیگه این شانس رو به خودم نمیدم. توی اروپا که شما میرید ببینید بچه های زیر 18 سال همه سیگار دستشونه، اما توی آمریکا برخلاف اون چیزی که مردم میگن توی شهر اگه شما یه سیگار دستتون باشه، توی شهری من که هستم اصلا توی شهر قدغنه سیگار اگه شما دستتون باشه، حتی توی خیابان، حتی توی خونتون، حیات خونتون پلیس میاد میگیره، جریمتون میکنه. واقعا از این لحاظ من خوشحالم که به این شکل هست و بسیار بسیار کمتر میبینیم جوونا، بچه هایی که اینجا سیگار میکشن نسبت به تمام جامعه. من توصیم به همه جوونای هموطنم اینه که اون باور کنید یه جایی میرسه ایشون گفت من میخوام سنم زیاد بشه، ولی فایده نداره موقع دیگه اینقدر زدمه زدید. به جای اون کار ورزش کنید، پس اندازی که روی بدنتون دیده. ممنونم فراد از اینکه اومدی روی خط. احسان از ارومیه با اسکایپ روی خط. این بفرمید احسان. سلام آقای سفیری. سلام، بفهمید. من میخواستم توضیح بدم که امروز در ایران سیگار کشیدن و قلیان کشیدن خیلی
افزایش پیدا کرده، چون که ما خودمون داریم میبینیم جوانهای ما امروز سیگار رو قلیان خیلی میکشن، علت سیگار کشیدن خود را بیکاری و یک نواختی زندگی یاد میکنن. بعضی هاشون هم برای غربه و کمروی سیگار میکشن متاسفانه، ولی به آیندهش نگاه نمیکنن که سیگار کشیدن و قلیان کشیدن چه اثراتی داره و چه مشکلاتی پیش میاره، و خانواده هم نمیتونه، و خانواده مثلا پدر و مادرشون هم نمیتونه اونا رو کنترل کنه، مثلا بره بیرون که پسرش چیکار میکنه، و این پسر هم مثلا میره با دوستاش یا وادار به سیگار کشیدن و قلیان کشیدن میشه، یا قلیان میبرن دم در مثلا میبرن رودخانه میکشن، ولی واسه خودشون شادی میدونن. ولی امیدوارم همین سیگارو خاموش بشه و قلیان رو هم، که امیدوارم این کافه هم برداشته بشه و جوانان ما به فکرهای بیاندیشن و با نفسهای عمیق شادی و نشاط و تازگی را در اعماق روح احساس کنن. ممنونم احسان. حامد از تهران روی خطیم، بفرمید حامد. سلام. سلام. ببینید سیگار الان به عنوان یکی از ابزارهای شناخته شده که شخص و مصرف اون دچار انواع بیماری ها و سرطان ها، شاید هم در ادامه نتیجهش رو مرگ تدریجی بشه. و الان ببینید سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرده که هر سنه یه نفر به علت استعمال دخانات جون خودش از دست میده. ولی بحث من سر این آقای سفیری که این خیلی خوبه که ما قانون وضع میکنیم، ممنوع میکنیم استفاده تو اماکن عمومی زیر 18 سال ممنوع باشه، همینا خیلی خوبه، ولی چرا ما باید اجازه بدیم که وارد بشه؟ چرا ما باید اجازه بدیم که اینو از ریشه حل نکنیم؟ چرا اجازه بدیم که تولید کنن دخانیاتو؟ و این فکر میکنم به جای همه این که بعض قانون داشته باشیم و بخوایم باش این همه دست پاگیر قانون دست پاگیر وضع کنیم، مستقیم بریم ریشه اونو از بین ببریم. و فکر میکنم اگر بخوام چند تا راهکار هم بخوام ارائه بدیم برای همچین موضوعی، فکر میکنم از مستقیما از طرف خانواده میتونیم خیلی تاثیر داشته باشیم، که خانواده به بچه هاشون مهارت نگفتن یاد بدن، که واقعا این اعتیاد یا سیگار چیزی نیست که بخوام شوخی بگیرن، و اینکه به فرزندانشون حتما توضیح بدن که سیگار کشتن اون چیزی که واقعا تبدیل میکنن، که کار شیک و با کلاسی نیست. واقعا افرادی که سیگار میکشن همیشه نفسشون بد بود، حتی مو و لباس اونا بوی دود موندی میده، همین رو میتونن خانواده ها به بچه هاشون بگن. و این آموزش از حتی اگر ما بگیم که دولت حالا هیچ اقدامی نکرده وارد میکنه تولید میکنه، خانواده ها که میتونن خودشون تاثیرگذار باشن روی فرزندان خودشون. بله ممنونم. ممنونم حامد که اومدی روی خط. بله در زمینه سیگار بحث کاهش تبلیغات، ممنوع بودن در واقع تبلیغات و کار فرهنگی برای پیشگیری خیلی مهمه. روزیتا، البته در ایران هم فعالیت‌های خیلی زیادی صورت می‌گیره. سرخط خبرها گزارش ایرنا رو توییت کرده از کارگاه نه به دخانیات ویژه کودکان کار محله فرهزاد هستش، که در این کارگاه مطالبی درباره معایب مصرف دخانیات، ضرر ناشی از مصرف قلیان برای سلامتی و نتیجه اجتماعی مصرف این مواد در این کارگاه به شرکت کنندگان ارائه شده. در این کارگاه تعدادی از کودکان کار هم شرکت داشتن. نسیم کشاورز که مددکار اجتماعی هستش به ایرنا گفته که اعتیاد یکی از این آسیب هاست که حداقل یکی از اعضای این خانواده ها درگیر اون هستن یا در معرض اون قرار می گیرن. و مورد بعدی رو که از انجمن بیماری های ریوی براتون انتخاب کردم، اشاره داشته به باورهای غلطی که در بین مردم رایج هستش. میگه یکی از این باورها این هستش که اگر بچه ها در منزل نباشن، کشیدن سیگار در خانه ضرری به اونها نمیرسونه، در حالی که چه باشن و چه نباشن اون فضا رو مسموم میکنه برای بچه ها. مینو از کاربران اینستاگرام میگه وقتی میبینیم چه افرادی با چه سنی دخانیات مصرف میکنن، واقعا ناراحت کننده است. همه جوانای این مملکت از نداری بیکاری دنبال مصرف سیگار یا قلیون میرن. این مشکل باز هم برمیگرده به دولت. این نظری بود که مینو برامون گذاشته. پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط رو که فراموش نکردین، 202-382-7205 پیامی رو با هم گوش میکنیم.
من انوشیروان هستم از آلمان و مدت 32 سال هستش که سیگاری بودم و دیروز من ترک کردم و مصمم شدم به ترک سیگار. و در زمانی که این 30 چند سال که سیگار میکشیدم، ناراحتی‌های مختلف قلب و ریه به من وارد شدش و نفسم وا میموندش. خوشبختانه از دیروز تا به الان ترک کردم و میخوام که ادامه بدم تا ابد دیگه نکشم. میخوام خدمتتون بگم که کشیدن سیگار بسیار بده و چیزی هستش که شاید از مواد مخدرم بدتر باشه. مصرف مواد الکلی و نوشیدنی مثل آبجو البته بهتر از کشیدن سیگار هستش و من توصیه میکنم به همه جوانها که سیگار رو ترک بکنن، چون که سلامتیشون با کشیدن سیگار رو به خطر میره. قربان شما، خدا نگهدار. با این خبری که الان اعلام کردین که چندین رقم سم در سیگار هستش، سازمان‌های دولتی مثل بهداشت جهانی یا سازمان‌های مسئول چرا جلوی اینا رو نمیگیرن که این سم رو به این سیگار نزنن؟ من حدود 55 سال سیگار میکشم. اخیراً یه سیگاری رو که به توصیه که از رفیقا توی آبجوش حل کردم، وقتی توتونش رفت دیدم این توتون نیستش اصلا. بعد گفتن چی؟ گفت که اینا مرس چغندره. حالا اگر راست بگم اینه که مسئولین هم باید بدونن که سم خوب نباید تو سیگار سم زد. تشکر. خدا. بله، داریوش از تهران روی خط هستیم، بفرمایید. درود بر شما جناب آقای سفیری. بفرمایید. من البته خیلی وقت که پشت ایرم، باز تشکر می‌کنم. خواهی میکنم ما تعداد بیننده های بعضی از برنامه که طولانی میشه ناگزیریم که عذرخواهی کنیم. بفرمایید. خواهش میکنم. باز حالا ازتون تشکر میکنم که به بنده اجازه دادین بیام. خواهش میکنم. میخواستم بگم که جناب آقای سفیری، این بحث دخانیات در ایران یک مسئله هست که واقعا به نظر من یک دستای پنهانی پشت قضیه هست، هم درون خود کشور و هم بیرون از کشور. اجازه اینه که این سیگاری که حالا در ایران مثلا 1000 تومان یا 2000 تومان به مشتری عرضه میشه، توی کشورهای خارج همین سیگار رو قریب به 3 دلار میگن فروخته میشه، یعنی با پول ایران نزدیک به 9 الی 10 هزار تومان. معلومه که برای اینی که جوانای ایران رو بخوان خلاصه یه جوره از سر راه بردارن، میان این جنس ها رو وارد میکنن. آقای داریوش، من عذرخواهی میکنم حرفتون رو قطع میکنم. اگر برنامه رو دنبال کرده باشین، برنامه بود که صدا سیما پخش کرده بود، حتی وزیر بهداشت هم، شما میتونید برنامه رو بازپخشش رو مجددا ببینید، اشاره داشت که به هر صورت این اتفاق داره میفته و وارد ایران میشه. بله، حالا من میگم یه بخشش اینه. باز ازتون تشکر میکنم که در این رابطه برنامه گذاشتین. ممنون. من عنوان یک مخاطب صدای آمریکا دوست دارم شفاف سازی بشه، حتی مسائلی که توی صدای آمریکا. خیلی متشکرم آقای داریوش، چون فرصت برنامه کمه من عذرخواهی میکنم از شما. در دقایق پایانی هستیم. حمید از کرمان با اسکایپ روی خطیم، بفرمایید. حمید از کرمان با اسکایپ، بفرمایید. من دارم صداتون رو. بله، صدای شما پخش میشه، بفرمایید. سلام عرض کردم، مخصوص بخیر. ممنون. من استفاده کردم از بحث امروز، فقط یه پیشنهاد داشتم، اونم این که یکش بحث یه مقدار کارشناسی میکردین از یه پزشک متخصص روان درمانگر یا نمیدونم روانشناس یا متخصص ریه دعوت میکردید که راه کار ارائه کنن، در کنار این که حالا نظرات ما رو هم پخش میکنین، راه کار ترک ارائه کنن یا پیشنهاد تخصصی اگر میدادن برنامه میتونست مفیدتر باشه. من زیاد وقتتون نمیدونم. بله، ممنونم از پیشنهادتون، حتما بررسی میشه. حسن از میانه روی خط هستیم، بفرمید. حسن سلام. خب آقای سفیری، به خانم روزیتا بفرمید. من میخواستم بگم که سیگار در ایران خیلی ارزونه، یک شونه، و دیگری در ایران مثل سیگار خیلی بالاست. من اینجور که خودم کردن تحقیق کردن، 20 میلیون نفر تو ایران سیگار میکشن. دخانیات به یه دونم پیشنهاد دارم که دخانیات میتونه کل سهانی تغییر این محتواش رو تغییر به هم زنش کم باشه. این یا به فکر من رسی که به رزوتون برسونه. خیلی هم ممنون از برنامه. ممنون که اومدین روی خط. روزیتا
اکانت توییتری سلام تورنتو مطلبی رو منتشر کرده، از محصولات دخانیات طعم‌دار ممنوع شد. این محصولات میگه در بین جوونا محبوبیت زیادی داره و خیلی سوق پیدا میکنن به اینکه مصرف بکنن. از سیگار خب مصرفش راحت‌تر هستش. به همین مناسبت انجمن سرطان کانادا به مدت بیشتر از 5 سال هستش که داره فعالیت میکنه، بالاخره تونسته با مجلس کانادا این رو به تصویب برسونه. این یک لایحه‌ای هستش که به تصویب رسیده. و مورد دیگه‌ای که براتون انتخاب کردم از سرخط خبرها هستش، راه اندازی کمپین مبارزه با سیگار در دانشگاه صنعتی شریف هستش که میگه این کمپین به همت سامانه ابر سلامت دانشگاه با هدف اصلی ارتقای سلامت خانواده‌های ایرانی فعالیتش رو شروع کرده و هدفش هم اطلاع رسانی هستش. شهرداری تهران هم توییت کرده، گفته یک هفته تلاش برای زندگی بدون دخانیات، برنامه‌های آموزشی، پیاده‌روی همگانی، نمایش خیابانی و ده‌ها برنامه برای به چالش کشیدن مواد دخانی. این هم از فعالیت‌هایی بود که چه در ایران چه در خارج از ایران صورت گرفته. مسعود محمد رضا از بابل روی خط هستیم، فرصت برنامه هم رو به پایان. بفرمایید. عرض درود دارم خدمت شما آقای سفیری و بینندگان عزیز. حالا این اول صحبت هم من یه مزاح بکنم، امیدوارم که دوستان بینندگان جدی نگیرن، اما یه شاعر اهل دلی میگفتش که، حالا چون خودم مبتلا هستم به سیگار اینو میخونم، یه شاعر اهل دلی میگفتش که آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، چایی بعد سیگار، سیگار بعد چایی. حالا امیدوارم که شما خودتون مبتلا نباشید آقای سفیری و خانم ایران دوست. نمیدونم شما مصرف میکنید یا نه. نخیر. خب خدا رو شکر. اما من جدای از این موضوع که حالا یه شوخی هم کردم، میخوام بگم که متاسفانه تو باب مبارزه با دخانیات و ترک سیگار عزم جدی و اراده جدی در هم شخص خود مبتلا به سیگار وجود نداره، هم در خانواده اونها و همین که در جامعه و از جانب مسئولین. و از طرفی هم ما متاسفانه میبینیم که یک به نوعی یک جورایی مصرف دود و سیگار و دخانیات نماد روشنفکری به حساب میاد. متاسفانه در صنوفی از هنرمندان، بازیگران، شعرا، اهالی سینما میبینیم که اینهایی که به نوعی الگوی نسل جوان هستن متاسفانه مبتلا به دود، دخانیات، سیگار هستن. من خواهش میکنم اونهایی که بالاخره نفوذ دارن تو مردم به نوعی و بالا بالاخره اصحاب هنر هستن، اینها خودشون بیان تو میدون و یا خودشون بذارن کنار و اونهایی هم که گذاشتن کنار. آقای محمد رضا من عذرخواهی میکنم و پیشنهاد جالبی که دادین تشکر میکنم. بله این گروه های مرجع میتونن نقش بسیار مهم میبازی کنن. علی از تهران با اسکایپ روی خط هستیم، ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، بفرمایید. سلام چیز خدمت شما و شنوندگان محترمتون. حالا من فکر میکنم برای اینکه سیگار کمتر بشه توی جامعه‌ای مثل ایران خیلی باید بیشتر توجه بشه به این موضوع، چون شما هر جایی که نگاه بکنی جلوی هر دکه‌ای یه بچه، حتی یه بچه هم میره مثلا در سنین خیلی پایین، در سنین مثلا حتی راهنمایی میره و یه سیگار میگیره و میکشه. خیلی این خیلی بده، چون توی آمریکا و جوامع حالا یه خورده اروپایی و پیشرفته تر اینطوری نیست. من واقعا نمیخوام که مسئولین رسیدگی بکنن به اینکه توی این سنین. ممنونم از پیشنهادتون و عذرخواهی میکنم که باید با شما خداحافظی بکنم. همینطور از آقای عباس از فارس و آقای نجفی از تهران هم عذرخواهی و تشکر میکنم که فرصت نشد بیان روی خط. حتما شنیده بودین این جملات رو که فلانی حرفش اعتباره، اصلا خودش نه، فقط حرفش اعتباره و بابت همین میشد باش کار کرد. میگفتن بازار تهران و بازارهای ایران روی این حرفا میگرده، اما این روزها میلیون ها چک برگشتی وجود داره، مثل که اون حرفا هم رنگ باخته. این اعتبارا کجا رفته؟ به این نظراتت رو از طریق پیامگیر از همین الان با برنامه فردا مطرح کنین. 202-382-7205. تا فردا شب شب بر همه شما خوش. روز شبتون خوش.
صدای آمریکاست.